پس وقتی که جهان خودم رو میسازم، مهم نیستش که تو تلویزیون میسازم، توی شبکه نمایشخانگی میسازم، تو سینما میسازم، به اون فاکتورهایی که بلدمش، بهش معتقدم، یه هم عقیده توی کلیات هم باهاش پیدا میکنم. ممکنه من همین قصه رو به فریدون جیرانی پیشنهاد بدم، بگم من اصلا دوست ندارم همچین دنیایی رو بسازم، یا اصلا نمیفهمم این دنیا رو، یا اصلا اعتقاد ندارم که تو جهان امروز یک پسری میتواند اسباب تحول یک دختری بشود. میدونی چی میگم؟ اینا همون مفاهیم اولیه‌ایه که خب نه، اصلا داستان این نیست که من اعتقاد دارم ندارم، مثلا داستان این نیست، اشتباه نکنیم. من اینجا به عنوان کارگردان نشستم، به عنوان مخاطب. نه نه، نکته اون آره آره نه، نکتم چیز دیگه است. ببین اون ارزش‌هایی که تو بازآفرینی می‌کنی و داری بازآفرینی و بهش اعتقاد دارم، بهش اعتقاد داری، چقدر تو جامعه وجود داره، چقدر از جامعه گرفتی، از نگاه شخصی یا از نگاه درام نویس؟ نه نه، از نگاه من به عنوان مخاطب، من تو جامعه برو این ارزشی که تو بازار اول که وقتی درباره درام حرف میزنم، دارم درباره یک استثناء بله بله حرف میزنم. بله استثناء حرف میزنیم، لزومی نداره که تو کوچه ما، تو خانواده ما، تو محله ما هزار تا از این حامدها و راضیه‌ها و لیلاها و نمیدونم اینها وجود داشته. من اصلا با درام مشکلی ندارم، من معتقدم اما خب درام برای من راهی است خب برای رسیدن به اون جهانی که دوستش دارم. یعنی دلم میخواد امروز جامعه‌ای باشم خب که حامدهایی باشن، حامدهایی باشن بدن رو راضیه‌ها. حالا ببین، اینکه حامدها تصمیم نمیگیرن رو راضیه‌ها تأثیر بذارن، شرایط ایجاد میکنه، جهانی که حامدها ازش میآیند، اگر که این جهان جهان زیبا و پالوده و تمیز و اصطلاحاً پیوری باشه، میتواند باعث جذابیت فطری بشود. این اعتقادمه. خب حامدها تصمیم نمیگیرن روی راضیه ها تاثیر بگذارن،